به نام خدا و سلام من امیر رزانیکاه از مدرسین فرادرس هستم و ورود شما رو به آموزش تقویت فن بیان به همراه تمرین جملات کاربردی از سری آموزش های فرادرس خوش آمد میگم در گام اول از این آموزش ما باید ببینیم که مهارت فن بیان چی هست و چه تعریفی میتونیم برای اون داشته باشیم و بعد در گام ها و دروس و ویدیوهای بعدی میریم به سراغ جزئیات بیشتر، تمرینات کاربردی و نهایتا تلاش برای تقویت مهارت فن بیان. به طور کلی میتونیم بگیم که مهارت فن بیان به معنای توانایی استفاده از کلمات برای تأثیرگذاری و نفوذ بر دیگران هست. تمام افراد میتونن با تمرین فن بیان نفوذ اجتماعی خودشون رو بالا ببرن. در این آموزش از فرادرس با توانمندی های پایعی فن بیان از جمله تسلط بر سرعت کلام، تسلط بر حجم صدا، توانایی خاطر گویی، تکنیک های همراه کردن مخاطب، تسلط بر لحن و زیر بمی صدا و همچنین تکنیک های زبان بدن آشنا خواهید شد. در ادامه هم برای تقویت هر کدوم از این توانمندی ها، تمرین های فن بیان عملی و گام به گام رو به شما عزیزان معرفی میکنیم به عنوان مثال برای کسب توانمندی تسلط بر سرعت کلام با حفظ تلفظ درست تمرینات عملی رو داریم مثل تغییر سریع سرعت کلمات، استفاده از جملات سخت تمرینی، دایره واژگان گسترده یا مثلا وقفه و مکس که باید به موقع انجام بشن. تا با تقویت ذهن بتونیم روی سرعت کلام خودمون مسلط بشیم و از این قابلیت برای تأثیر گذاری بر مخاطبمون استفاده بکنیم همچنین در نهایت و در انتهای این آموزش جدولی رو به شما عزیزان ارائه میکنیم برای جمعبندی تمام توانمندی ها و انواع تمرین فن بیان که مربوط به هر توانمندی هست که ما در این آموزش میخوایم ازش صحبت بکنیم اما در بخش اول میریم به سراغ توانمندی های سخنوران موفق ما این رو میدونیم که برای اینکه بتونیم منظور خودمون رو و مفهوم جملاتمون رو به مخاطب برسونیم باید فن بیان قوی رو داشته باشیم برای اینکه سوء تفاهم ایجاد نشه برای اینکه مخاطب ما دقیقا متوجه بشه که ما داریم چی میگیم بنابراین باید یک سری توانمندی هایی رو داشته باشیم و یا توانمندی هایی رو در خودمون تقویت بکنیم در واقع میتونیم بگیم که مهارت فن بیان از توانمندی های متعددی تشکیل میشه که وجود هر کدوم از اونها برای شکل گیری پایه های این مهارت خیلی ضروریه حالا در اینجا و برای درک بهتر شما عزیزان به چند تا از این توانمندی ها اشاره میکنیم یکی از این توانمندی ها تسلط بر سرعت کلام با حفظ تلفظ درست هست یکی دیگه از این توانمندی ها تسلط بر حجم صداست. همچنین خاطرگویی و داستانسرایی، همراه کردن مخاطب، شناخت مخاطب، تسلط بر زیری و بمی صدا و همچنین لحنهای احساسی از دیگر توانمندی هایی هستند که بهتر شما اینها را در خودتون تقویت بکنید. همچنین در ادامه میتونیم به توانمندی های دیگری هم اشاره بکنیم مثل تطابق پیام های کلامی و غیر کلامی، تکنیک های زبان بدن و بیان غیر کلامی که بسیار مهم هستند، آمادگی بدنی برای سخنوری، افزایش اعتماد به نفس، توانایی کنترل استرس و تمرین فن بیان. شما میتونید با تقویت این مهارت ها و توانمندی ها تبدیل به یک سخنور موفق بشید و تا حد زیادی میتونه این تمرینات برای شما مفید باشه البته به این نکته هم دقت داشته باشید تمرینات متنوعی برای تقویت فن بیان وجود دارند که هر کدوم از اونها برای شکوفایی توانمندی خاصی استفاده میشن در ادامه این آموزش هر کدوم از توانمندی ها و تمرینات عملی مربوط به اونها رو برای تقویت فن بیان مورد بررسی قرار میدیم گفتیم یکی از توانایی ها تسلط بر سرعت کلام با حفظ تلفظ درست هست این خیلی مهمه اگر قرار ما صحبتی بکنیم اگر قرار آموزشی رو ارائه بکنیم اگر قرار مطلبی رو برای مخاطبینمون ارائه بکنیم باید در عین حال که سرعت کلاممون رو داریم کنترل میکنیم تلفظهای درستی رو حالا چه به فارسی چه به انگلیسی یا زبانهای دیگر داشته باشیم در واقع مهمترین شیوه برای تأکید بر روی یک نکته کاهش سرعت کلمات. اگر دقت کرده باشید من توی همین آموزش و تا همین جای کار چندین بار این مورد رو داشتم توی صحبتهای خودم جاهایی که نیاز به توجه بیشتر داشتند رو با سرعت آهسته تری برای شما مطرح کردم از این به بعد هم این موضوع رو دارم و میتونین توی صحبتهای من به همین موضوع دقت داشته باشید به بیان دقیقتر بالا بودن سرعت کلام نشون میده که انگیزه و اشتیاق به حرف زدن رو داریم از طرف دیگه سرعت پایین حرف زدن هم نشون دهنده اهمیت کلامه و اگر از یک میزان کمتر باشه باعث خسته شدن مخاطب میشه همچنین سرعت یک نواخت در گفتگو هم برای مخاطب خسته کننده است انگار ما داریم رادیو گوش میکنیم انگار زدیم شبکه خبر و داریم اخبار رو گوش میکنیم یک لحن کاملا خشک و رسمی این میتونه برای مخاطب در دراز مدت خسته کننده باشه و مثلا نمیتونیم بگیم که با لحن خبرگو و کسی که داره اخبار رو اعلام میکنه ما کتاب داستان بخونیم یا کتاب صوتی داشته باشیم در نهایت توانایی بالا و پایین آوردن سرعت کلمات در جایگاه مناسب ببینید من اینجا سرعتم رو کم کردم در جایگاه مناسب میتونه توجه مخاطب رو جلب بکنه و جذابیت گفتگو رو افزایش بده دقیقا دوباره این کار رو در اینجا انجام دادم چرا به خاطر اهمیت مطلبی که دارم مطرح میکنم همینا میتونه تمرینات خیلی خوبی برای شما باشه و الگو برداری کنید همچنین باید دقت داشته باشید که بیان سریع و نامفهوم کلمات به معنای وجود اضطراب و باعث سردرگمی مخاطب هم میشه حالا در ادامه ما مهمترین تمرینات تسلط بر سرعت کلمات رو میخواییم با هم داشته باشیم. اولین تمرین در این زمینه چیه؟ اینه که ما تغییر سریع سرعت کلمات رو انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما متنی رو انتخاب بکنیم و با صدای بلند اون رو بخونیم. به این صورت متنتون رو بخونید که یه جمله رو با سرعت بالا و جمله بعدی رو به کندی بخونید. در ابتدا ممکنه یه مقداری سخت باشه و شاید اصلا به نظرتون عجیب بیاد. اما بعد از یک مدتی ذهن شما تسلط بسیار زیادی بر سرعت کلمات پیدا میکنه. این تمرین به شما کمک میکنه تا جملات هیجانی رو با سرعت بیشتر و صدای بلندتر مطرح کنید یا بیان کنید و به این ترتیب فضا رو برای وقفه های گذار و تأکید بر نکات مهم فراهم کنید زمانی که در این تمرین حرفه ای شدید میتونید سه کلمه رو سریع و سه کلمه بعدی رو آروم بخونید و به این ترتیب شکل تمرین رو برای خودتون سختتر کنید و چالش به وجود بیارید. اما بریم به سراغ تمرین دوم یعنی استفاده از جملات سخت تمرینی. این تمرین خیلی مهمه و به شما کمک میکنه که بتونید روی فن بیانتون خیلی تسلط و تمرکز بهتری رو داشته باشید. بیان سریع و مکرر جملاتی که تلفظهای سختی دارن. ببینید تلفظ‌های سختی دارن. باعث سرعت فرایندهای ذهنی و مهارت در تلفظ درست میشه. و همچنین یکی از روش های درمان لکنت کلام هم به حساب میاد. یه سری جمله رو بهتون میگم، حالا شما میتونید جملات بیشتری رو خودتون پیدا کنید. این جملات رو در ابتدا تمرین کنید و بعد از توانایی تلفظ و خوندن اونها زمان بگیرید که هر کدوم از جملات رو در سه الا پنج بار تکرار توی چه مدتی میتونید بخونید. در واقع مثل یک بازی میمونه و میتونه برای شما بسیار بسیار مفید و کاربردی باشه با تمرین جملات زمان خوندن کم میشه و ذهن شما توانمندتر میشه یکی از این جملات اینه سربازی سر بازی سربازی سر سربازی را شکست اینو چند بار تکرار کنید یا مثلا افسر ارشد ارتش اتریش یا جمله بعدی چه جست زشتی یا مثلا قیامت قامت و قامت قیامت قیامت می کند آن قد و قامت اینا رو تمرین کنید و زمان بگیرید تا به یک سرعت و مهارت مناسبی برسید اینجوری کارتون خیلی راحت تر میشه و میتونید فن بیانتون رو خیلی بهتر کنید و تقویت بهتری رو برای اون داشته باشید اما میریم به سراغ تمرین بعدیمون یعنی تمرین سوم به این صورت که ما باید دایره کلمات یا واژگان گسترده رو داشته باشیم یعنی چی یعنی اینکه فراموش کردن کلمات در زمان صحبت کردن یک اتفاق خیلی شایعه بارها برای ما پیش اومده داریم خاطری رو تعریف میکنیم داریم مطلبی رو آموزش میدیم داریم در رابطه یک موضوعی صحبت میکنیم بعضی از کلمات یادمون میره مثلا فکر میکنیم یا از دیگران میخوایم کمکمون بکنن اگر ما دایره کلمات گسترده ای داشته باشیم این اتفاق رو میتونیم خیلی خوب مدیریت بکنیم پس میتونیم بگیم که وجود دایره واژگان گسترده به افراد اجازه میده تا از کلمات یا واژگان جایگزین برای بیان مطالبشون استفاده کنن برای همه ما پیش میاد این موضوع پس بهتره که ما بتونیم کلمات متنوعی رو با معانی مختلف بشناسیم و جایگزینی ها رو انجام بدیم افراد دارای فن بیان قوی توانایی خوبی در جایگزین کردن کلمات فراموش شده با کلمات جدید دارن همینجا براتون بگم مثلا شما میتونید به جای واژگان بگید کلمات یا به جای کلمات بگید واژگان همین خودش یک مثال ساده است همون اولی که من خوندم تمرین سوم دایره کلمات یا واژگان گسترده دقیقا به همین موضوع اشاره کردم وقتی که ما مترادف ها و هم معنی های زیادی رو بشناسیم میتونیم خیلی راحت رو جایگزین بکنیم و در نهایت کار رو ادامه بدیم و مدیریت بکنیم خب در اینجا ما گفتیم که این افراد که کلمات بیشتری رو میشناسن فن بیان قویتری هم دارن حالا و در ادامه کارمون میتونیم بگیم که این تمرین فن بیان رو با نوشتن کلمات یا واژگان جدید و جمعوری فهرستی از کلمات کاربردی شروع میکنیم. به این ترتیب اگر کلمه رو فراموش کردیم یا جایگزینی براش انتخاب میکنیم یا اون رو توضیح میدیم. ببینید ممکنه که من یک کلمه رو فراموش بکنم. اصلا یادم نمیاد کلمه چی هست برای همه ما این پیش میاد. اما اگر اون رو درک کرده باشم معنیش رو و بشناسم میتونم اون رو توصیف بکنم تا دقیقا مخاطب متوجه بشه مثلا میتونم بگم چه رنگی بود چه اندازه ای بود یا مثلا بگم که در چه فضایی بود در چه محیطی بود در چه شهری بود یا هر چیز دیگری که حالا مربوط به اون کلمه و جملات ما میشه میریم به سراغ تمرین چهارم یعنی وقفه و مکس به موقع وقفه های به موقع توی صحبت کردن باعث فهم بهتر و تاثیرگذاری بیشتر کلام میشه. من دقیقا این موضوع رو توی آموزش های خودم رعایت کردم و در حال رعایت اون هستم در این آموزش. به این صورت که برای تاثیرگذاری کلمات و جملات و مفاهیمی که داریم به مخاطب ارائه می باید یه جاهای وقفه داشته باشیم، مکس بکنیم، یه جاهای سرعت صحبتمون رو بالاتر ببریم، یه جایی تون صدامون بالاتر باشه، یه جایی یواشتر صحبت بکنیم، یه جایی تأکید بکنیم، پس همه اینها رو ما باید که مدیریت و کنترل بکنیم این تمرین فن بیان محبوب ترین روش برای نفوذ سخنران روی مخاطبه با این وجود خیلی از افراد کم تجربه برای اینکه وقفه ای توی صحبتاشون بیفته یک ترس و واهمه ای دارن میترسن میگن اگر ما مثلا مکس کنیم فکر کنیم یا وقفه داشته باشیم ممکنه یه آدم غیر حرفه‌ای به نظر برسیم در که اصلا اینطوری نیستش این خودش اگر که درست استفاده بشه به عنوان یک تکنیک حرفه‌ای و نشان از حرفه‌ای بودن شما هستش. پس برای این تمرین متنی رو انتخاب کنید. پاراگراف های مهم و بخش های نتیجه گیری اون رو با مداد علامت بزنید و بعد شروع به خوندن متن کنید. و بعد از توضیح نکات مهم و رسیدن به علامت ها سکوت کنید. در این زمان تصور کنید که در حال تماس چشمی با مخاطب و حالت جدی در صورتتون هستید. وقفه به موقع تأثیر عاطفی زیادی داره و باعث میشه تا مخاطب به گفته های شما فکر کنه. اما میریم به سراغ تمرین شماره پنج یعنی تأکید کردن. صحبت بدون تأکید به معنای نبود نکته مهم در گفته شماست. دقیقا همین موضوع رو من در قسمت قبلی بهش اشاره کردم تو همین ویدیو. گفتم یه جاهایی من تأکید میکنم روی کلمات، روی عبارات، روی جملات و مطالب. بنابراین نتیجه میگیریم که اگر تأکیدی نباشه معنیش تا حدود زیادی این میشه که ما نکته مهمی رو توی صحبتامون نداریم یه لحن کاملا یک نواخت رو داریم در زمان تأکید کلمات رو با سرعت پایین صدای زیر و افزایش حجم صدا بیان کنید و از حالت دست تأکید استفاده کنید در این شرایط بین کلمات یک جمله وقفه میندازیم تا مخاطب به هر کلمه فکر کنه همین وقفه رو من در اینجا داشتم برای این تمرین مثلا یک صفحه کتاب را در نظر بگیرید و شروع به خوندن با صدای بلند کنید زمانی که به جملات یا پاراگراف‌های های مهم می رسید هر کلمه رو با آرامش و فاصله های مشخصی ادا کنید برای هر کلمه هم دست خودتون رو تکون بدید در واقع یک حالت رباتی و خشک رو نداشته باشید با زبان بدنتون هم میتونید مفهوم و منظورتون رو به مخاطب برسونید میتونید یک ارتباطی رو با مخاطب برقرار بکنید و در نتیجه همه اینها میتونه برای تقویت فن بیان شما بسیار مفید باشه و نشان دهنده بودن شما هم هستش یه مقداری بحثم طولانی شده ممکنه که خسته شده باشید اجازه بدید که ادامه مبحث و مطالب جذاب تقویت فن بیان رو توی ویدیوهای بعدی از همین آموزش داشته باشیم